I have spent a large part of my career studying. من در طول زندگی کاری خودم زمان زیادی رو صرف مطالعه اونچه که من و جیمز رابینسون همکارم نهادهای چپاولگر نامیدیم کردم. کشورهایی که در آنها گروه کوچکی از نخبگان سیاسی قدرت رو با بیرحمی در دست دارند و از راه سرکوب مردم ثروت اونها رو به تاراج میبرند. این اشکال مختلفی میتونه داشته باشه و در طول تاریخ هم شاهد تکرار اون بودیم. اما ایران امروز به نوعی الگو و نمونه بارز چنین رژیمیه. قدرت در دست گروه کوچکیه که به شکل فزاینده‌ای ظالمتر و سرکوبگرتر میشن و ثروت و منابع کشور رو به تاراج میبرن. به اعتقاد من مهمتر از همه اینها این افراد آینده نسل جوان ایران رو نابود کردن. ایران کشور فوق‌العاده‌ایه. البته من هیچگاه در کتابم به ایران اشاره نکردم چون حوزه تخصصی من نیست. اما مشکلات این کشور چه در گذشته و چه در امروز مشکلات رایجیه که تو سایر کشورهای دیکتاتوری هم میبینیم. تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی سقوط این رژیم دو سالاره. متاسفانه علارغم وجود اعتراضات مردمی که غالبا در ایران رخ میده، این رژیم سقوط نکرده و شاهد این هستیم که رژیم هر روز خشنتر میشه، همونطور که در گذشته هم شاهدش بودیم. من با جوانان ایرانی ابراز همدردی می کنم. نمیدونم چی بگم. شرایط خیلی عجیبه. اگه همه ساکت بمونن و مطیع باشند، رژیم سر جاش باقی میمونه و ایران در تله این نهادهای چپاولگر باز هم خواهد موند. در این حال وقتی که من جوانان، دانشجویان، زنان و مردم رو میبینم که برای اعتراض به خیابان میرند و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و حتی جون خودشون رو از دست میدن، شرایط بسیار ناراحت کننده است و من هم خیلی ناراحت میشم از این تراژدی. پروفسور عجم اغلو در مورد سابقه کار با ایرانیان و به ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شریف به ایران اینترنشنال چنین گفت. من خوشبختانه این شانس رو داشتم که ده‌ها دانشجوی ایرانی داشته باشم و با 6 یا 7 دانشجوی ایرانی هم بر روی مقاله‌های مختلف همکاری کردم. بنابراین می‌دونم که چقدر دانشجویان ایرانی در رشته‌هایی مثل مهندسی و اقتصاد برجسته هستند. خیلی از اونها هم از دانشگاه شریف اومده بودند. The very great majority of them came actually from Sharif University, so I know quite a bit about Sharif University as well. تعهد جوانان ایرانی به تحصیل مثال زدنیه. البته دور از انتظار نیست که این رژیم سرمایه های انسانی، جوانان و نهادهای علمی خودش رو این گونه داره تخریب میکنه. از آقای عجم اغلو در مورد کتاب مشهور او چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و علت شکست حکمرانی در جمهوری اسلامی که موجب خیزش سراسری مردم ایران علیه این نظام شده هم پرسیدیم. This is an Islamic republic. And the way in which the republic was constructed. شکل‌گیری و عملکرد این نظام از همون سالهای ابتدایی نشون دهنده یک نظام سرکوبگره که نماینده مردم نیست. علارغم اینکه انتخابات برگزار میکنه، این انتخابات و آرا شفافیت نداره. در گذشته هم شاهد موارد مختلفی در این مورد بودیم. زمانی که قدرت در دست این نهادهای غیر مردمی قرار میگیره که دسترسی به منابعی مثل نفت هم دارند، به ویژه این رو در کشورهای نفتخیز می‌بینیم، نظام‌ها با شکست روبرو می‌شن. در تاریخ نمونه‌ای از نظام‌های غیر مردمی که جمعیت کوچکی مسئولیت اداره کشور رو دارند وجود نداره که استمرار یافته باشن و از نظر اقتصادی و اجتماعی موفقیت کسب کرده باشن. یک مثال شاید که این رو نقض بکنه کشور چین هست که اون هم به نظر من مشکلات خودش رو داره و دولت نتونسته تعهدات خودش رو عملی کنه. بنابراین جای شگفتی نداره که ایران با رژیم روحانیون شکست بخوره. از ابتدا همین رژیم شکست خورده بوده و نتونسته رفاه و آزادی رو برای مردم به ارمغان بیاره. البته شرایط بدتر هم میشه، چرا که رژیم در تنگنا قرار گرفته و داره روز به روز خشنتر عمل میکنه.